دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی جلسات قبل با تابه آشنا شدیم و توی جلسه قبل با ترکیب توابع آشنا شدیم. دیدیم که مثلا ما میتونیم اگر یک تابعی مثل F داشته باشیم، به جایی که ورودی X رو بهش بدیم، خروجی یه تابع دیگه مثل G رو بهش بدیم. و اون وقت اینطوریه که ما اگر ورودی X رو به G بدیم، F به ازای ورودی خروجی های جی ایکس رو میگیره و در نهایت از به هم ترکیب کردن این دوتا تابع خروجی اف جی ایکس تولید میشه. اسم ما گفتیم که ما میتونیم کلن اینو ترکیب این دوتا تابع رو یه تابع ترکیبی در نظر بگیریم، اسمش هم بذاریم اف او جی. اف او جی یعنی اینجوریه که اگر ورودی ایکس رو بگیرد، خروجی اف جی ایکس. خب، اما حالا من یه سوال میپرسم از شما. نظرتون دامنه تابع ترکیبی اف او جی چیه؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم، اولا یه مرور خیلی مختصری اصلا از مفهوم دامنه میکنیم. میگفتیم که دامنه تابع اف کلیه ورودی هاییه که چی؟ ورودی هایی که F بتواند برای آنها خروجی تولید کند. یه تعریف خیلی ساده از دامنه تابع F. پس با این تعریف بچه ها، دامنه تابع F و G میشه کل، من تمام اینا رو تیک میزنم، کلیه ورودی هایی که تابع اف او جی بتواند برای آنها خروجی تولید بکنه. اینا همه تیکه ها، من تکرار و تأکید بکنم اینا تیکه. خب حالا برای چه ورودی هایی میتونه تابع اف او جی خروجی تولید بکنه؟ من اینجا سوال رو بنویسم. برای چه ورودی هایی اف او جی می تواند خروجی تولید کند؟ می تواند خروجی تولید کند. یکی از آرزوهای من اینه که در طی این ویدیوها دستخط من بهتر بشه و شما کمتر اذیت بشید. امیدوارم این اتفاق بیفته. خب برای اینکه بتونیم اصلا این سوال بود بچه، برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم، بیایم اول برگردیم به اون مثال آسیاب و نونوایی و اینا. یادتونه داستان از این قرار بود که ما یه آسیاب داشتیم. به این آسیاب ما گندم میدادیم. آسیاب از گندم خروجی آرد تولید میکرد و آرد رو به نونوایی میدادیم و در نهایت خروجی نان. ما گفتیم میتونیم ما این فرایند رو به صورت ترکیب دوتا تابع آسیاب و نونوایی ببینیم و اسمش هم بذاریم تابع تولید نان. ترکیب این دوتا تابع، تابعی که از ترکیب آسیاب، تابع آسیاب و تابع نونوایی تولید میشه، اسمش رو بذاریم تابع تولید نان. تابع تولید نان هم به این صورته که ورودی های گندم میگیره و خروجی نان تولید میکنه. خب حالا من میگم که دامنه تابع تولید نان چیه؟ چه ورودی هایی میتونیم به این تابع بدیم که بتونیم خروجی ازش بگیریم؟ برای این سوال که یه پله برمیگردیم عقب. باشه، دامنه تابع آسیاب چیه؟ چه ورودی هایی میتونیم ما به تابع آسیاب بدیم؟ من میگم دامنه آسیاب جامدات، برابر جامدات. هر جامدی رو ما بدیم به آسیاب، فکر کنم آسیابش بکنه، درسته؟ حالا آیا دامنه تابع تولید نان هم همون جامداته؟ من میگم نه. چرا؟ چون مثلا فرض بکنید
من به عنوان یه جامد سنگ میدم اینجا، سنگ به عنوان ورودی تولید. آیا ما خروجی میتونیم بگیریم؟ من میگم نه. بیایم اینجا نگاه کنیم، سنگ رو که بدیم به آسیاب، آسیاب سنگ ریزه تولید میکنه و سنگ ریزه رو ما اگه بدیم به نونوایی، چیزی در نهایت آیدمون میشه؟ خروجی نونوایی به ما میده؟ نه. چرا نمیده؟ چون نونواییه که نمیتونه از سنگ ریزه نون تولید بکنه. پس در نتیجه ما اگر سنگ بدیم به تولید تابه تولید نان، چون نونوایی نمیتونه از سنگ ریزه چیزی تولید بکنه، تابه تولید نان هم در ازای سنگ به ما هیچ چیز نمیدهد. پس سنگ گرچه عضو دامنه آسیاب هست، اما سنگ عضو دامنه تابه تولید نان نیست. حالا من از این مثال میخوام یه نتیجه بگیرم. نتیجه اینه که تنها و تنها ورودی های عضو دامنه تابه تولید نان هستند که دو تا شرط داشته باشند. اون دو تا شرط چیه؟ یکی این که آسیاب بتواند از ورودی ها خروجی تولید کند. و شرط دوم اینه که نانوایی بتواند از خروجی آسیاب به ازای ورودی های مذکور خروجی تولید بکنند. اگر ایکسی هر دوی این شرط ها رو داشته باشه، اون موقع ایکس که هر دوی این شرط ها درست باشه، اون ایکس عضو دامنه تابع تولید. پس هر دوی این دوتا شرط ها باید درست باشن. یعنی من در واقع اگر x رو بدم اینجا، من x رو بدم به آسیاب، آسیاب بتونه از روش یه خروجی تولید بکنه، یعنی آسیاب x تولید بکنه، و این آسیاب x هم نونوایی بتونه از روش در نهایت خروجی تولید بکنه، یعنی نونوایی خروجیش به این صورت. اگر هر دوی این شرط ها برقرار باشه، اون موقع من میتونم بگم که این X عضو دامنه تابع تولید نان بود. خب بچه ها، حالا ببینیم این چیزایی که من اینجا نوشتم به زبون ریاضی یعنی چی؟ بذارید من الان بهتون میگم به زبون ریاضی یعنی چی؟ من میخوام ببینم که این دفعه اگه مثلا دوتا تابه دارم، دوتا تابه که ضابطه‌هاشون هم میدونم، اون موقع ما چجوری حساب میکنیم که یه x یا عضو دامنش هست یا نه، عضو دامنه ترکیب اون دوتا تابه. من میگم برای اینکه x عضو دامنه f او g باشه، باید دوتا شرط داشته باشه. یک، خود اون x باید عضو دامنه j باشه، یعنی این j که اینجا هست بتونه اون x رو بگیره و از روش خروجی مثل j x تولید بکنه. و دوم این که j x یعنی خروجی g که به ازای اون x تولید شده، خودش عضو دامنه تابع f باشه، یعنی این که تابع f بتونه این g x رو بگیره و در نهایت یه f جای x تولید بکنه. اگر این دوتا شرط برقرار باشه، اون موقع این x عضو دامنه f او g است.
خب بچه ها، من این جلسه خیلی حرف زدم و مثالی حل نکردیم. توی جلسه بعد میخوام یه مثال حل بکنیم، ببینیم چجوری به صورت ریاضی ما دامنه F و G رو به دست میاریم، در صورت که ضابطه دو تا تابع F و G رو و دامنه هاشون رو داشته باشیم. مرسی که تو این جلسه با من بودید. توی جلسه بعد میبینمتون. خداحافظ.